سلام دکتر سیوی عزیز، به میدیم نیکس خوش آمدین. امید الله فیضی هستم. ما با ادامه درس های فیزیولوژی من امروز در مورد والوولار دیسفنکشن صحبت میکریم. ما قبلا در مورد کاردیاک سایکل صحبت کرده بودیم، در بالای گراف هم صحبت کردیم، پریشر والیوم لوپ هم صحبت کردیم، حال بالای والوولار دیسفنکشن ما صحبت میکریم. اگر والو ها که نمی چند والو که ما در اینجا سرش صحبت میکنیم، اگر یاد دیسفنکشن کنن، وظیفهشون درست انجام دادن نتانن، والو هایی که در قلب موجود است چی مشکلات به وجود میاد، چگونه در پریشر والیوم لوب یا در ویگر دیاگرام، این دیاگرام به نام ویگر دیاگرام هم یاد میکنن که ما به نام کاردیاک سایکل گراف در باره یک ویدیو داریم، با شما میتونید کورم ببینین و در مورد از ما صحبت میکنیم چی تغییرات دریا ایجاد میکنن. ما شروع میکنیم از اورتیک استنوزیس. عنوان میتیم اولین چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم او اورتیک استنوزیس است. ببینید شما میفهمین که اورتیک چی رو میگه؟ اورتا. اورتیک اورتا رو میگه و استنوزیس موجودیت یک مقاوم رو میگن در این ساحه. یعنی ببینین در اورتیک والف یک مقاومت ایجاد شده، یک مقاومت ایجاد شده که زمانی که میخواید از این قسمت، از قسمت لفت ونتریکل به اورتا خون پمپ شوه، از این ساحه زمانی که میخواید خون به قسمت اورتا پمپ شوه، یک مقاومت در اوج موجود است که نمیمونه به آسانی خون از اوج عبور کنه. که ما به نام چی یاد میکنیم؟ اورتیک استنوزیس یاد میکنیم. اورتیک استنوزیس خب معلوم دارد که یک حالت پاتولوژیکی میباشه. به طور مثال شما ببینید، یک مثال شما میگم که در اون حالت اورتیک استنوزیس به وجود میاد. شما فرض کنید که اینی اورتیک والو باشه. اورتیک والو که است از سه دانه کاسپ ها ساخته شده، به شکل سیمیلونر والو میگنش، نیمه هلالی، سه دانه نیمه هلالی در این قسمت میباشه. ببینید به طور مثال اگر به شکل کانجنیتال یا ولادی دو دانه از امی کاسپ هایش، اینی کاسپ با اینی کاسپ با همدیگر یک جای باشن، فیوز باشن، شما فرض کنین این دو دانه به شکل ولادی با همدیگر فیوز است، یک جای است. خب زمانی که دو دانه فیوز باشه، پس وقتی که لفت ونتریکل میخواید خون پمپ کنه، تنها اینی کاسپ باز میشه، او طرف فیوز هستن با همدیگر و باز شده نمیتونن، تنها جایی که باز میشه اینم قدر جای است که یعنی باز میشه. ببینین او طرف باز شده نمیتونه، هم در این قسمت بسته است، هم در این قسمت، هم در وسط خاله یا به شکل ولادی بسته هستن، پس اینم قدر جای باز میشه. وقتی که قدر جای باز باشه، لفت ونتریکل مجبور است که از اینم قدر جای خون پمپ کنه. معلوم دار است که در اینجا فشار زیادتر ضرورت داره که از اینجا پمپش کنه، چون پیشتر دیامتر بزرگتر بود، قطرش بزرگتر بود، اعمال کوچکتر شده، یک رزیستر، یک مقاوم در اینجا موجود است که نمیره. ما به نام چی یاد کردیم؟ اورتیک استنوزیس. پس گفته میتونیم که ما قبلا گفته بودیم که اگر در مقابل فشاری که لفت ونتریکل پمپ میکنه، در مقابل کدام مقاومت موجود باشه، باعث افزایش چی میشه؟ آفترلود افزایش پیدا میکنه. پس یک مقاوم موجود است، معلوم دار است که آفترلود افزایش پیدا میکنه، به این معنی که حال لفت ونتریکل زمانی که میخواد خون پمپ کنه، یک مقدار فشار بیشتر را ضرورت داره تا که باعث شود که خون از جا پمپ شوه. پس اورتیک استنوزیس باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که آفترلود، اونم لودی که در مقابل از او باید لفت ونتریکل خون پمپ کنه، افزایش پیدا کنه. وقتی که آفترلود افزایش پیدا کرد، در مقابل از چی افزایش پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه لفت ونتریکولر، لفت ونتریکل سیستولیک پریشر، سیستولیک پریشر. ببینید بر طور عادی اگر لفت ونتریکل ما در هر بیت یا در هر سیکل که انجام میداد 120 میلیمتر ستون سیماب فشار را ایجاد میکرد، اما آله مجبور است که فشار بیشتر را ایجاد کنه تا که بتانه اونو خونه از قسمت لفت ونتریکل به اورتا پمپ کنه، به خاطر که یک مقاومت موجود است و این فشار بیشتر را ضرورت داره تا که بتانه یک مقدار خون از این قسمت عبور بده. به خاطر میگم لفت ونتریکل سیستولیک پرژر چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. آفترلود هم افزایش پیدا کرد، در مقابل آفترلود لفت ونتریکل سیستولیک پرژر هم افزایش پیدا میکنه. شما ببینید ما در این قسمت به گراف اگر برای شما نشان بدم، اینی رو به نام گفتیم ویگرز دیاگرام هم میگن، اینی پرژر نشان میده، قسمت محور X و محور Y و قسمت محور X هم برای شما ثانیه را یعنی تایم نشان میده در این قسمت. برنگ آبی که ما رو ترسیم کردیم اینمی چی رو نشان میده؟ ای که برنگ آبی است، ای لفت
ونتریکل پریشر نشان میده. لفت ونتریکل پریشر این نشان میده. شما ببینید لفت ونتریکل پریشر در حالت اول قبل از اینکه سیستولی انجام شوه صفر است. اما بعد از این یک کمی به طرف بالا یک کمی فشار در این قسمت ایجاد شد و بعد از او دوباره پس پایین آمده و باز بالا رفته تا به 160 میلیمتر ستون سیماب رسیده، دوباره پس به طرف پایین آمده به صفر رسیده. ببینین در اول صفر است بخاطر از اینکه فشار در اینجا موجود نیست. بعد از یک کمی بالا میره بخاطر از اینکه وقتی که اتریوم کانترکشن میکنه، لفت اتریوم کانترکشن میکنه، تقلص میکنه، باعث میشه که خون در این قسمت پمپ کنه، یک کمی فشار در اینجا ایجاد میشه و دوباره پس وقتی که میترال والف بسته شد این فشار دوباره پس پایین میه و بعد از او اورتیک والف که باز میشه دوباره پس خونه پمپ میکنه به طرف اورتیک اورتا و باعث میشه که فشار بلند بره. به طور عادی 120 بود اما تا 160 رسیده بخاطر کجا مقاوم موجود بود. و اینه که برنگ سرخ ما رسم کردیم، شما ببینید برنگ سرخ برای ما اورتیک پرژر نشان میده، اورتیک پریشر رو نشان میده. به طور عادی ما بر شما نشان داده بودم که اورتیک پریشر و لفت ونتریکل پریشر یکسان بود، ما ایره خوانده بودیم تقریبا وقتی که ایجکشن فیز آغاز میشد ایتمی کنار لفت ونتریکل یک جای حرکت میکردن چون فشاری که در لفت ونتریکل بود او فشار منتقل میساخت به اورتا. اما حالا ببینین که در کجا قرار داره، پایین تر قرار داره. شما ببینین فشار منفی به مثبت 90 فشارش که است مثبت 90 میلیمتر ستون سیماب است، حال به طرف پایین کمی رفته و در 80 مثلا رسیده، فشار اورتا به 80 رسیده. 80 که رسید باعث ازی شد که باز شوه دیگه، یا به خاطر ازی که ما گفته بودیم فشارش یک در حالت دیاستول 80 میلیمتر ستون سیماب می باشه و 80 میلیمتر ستون سیماب که رسید منال فشار ونتریکل از 80 که بلند بره باعث میشه که باز شوه. ای که باز شد اینال خون پمپ میشه و کجا؟ به اورتا پمپ میشه. خب شما ببینید خون به اورتا پمپ شد اما بسیار آهسته اینه می کرو بالا میره، اینه می خط منحنی بسیار با آهسته بلند میره. چرا بسیار با آهستگی بلند میره؟ به خاطر اینکه یک مقاومت موجود است. این مقاومت باعث میشه که بسیار فشار با آهستگی در اورتا بلند بره. اگر بلند هم میره میبینین که به فشاری که در لفت ونتریکل است هیچ وقت نمیرسه. شما اگر فرض کنین شما ببینین این فشار به کجا رسیده، خب دقیق فرض کنین ببینین این فشار به 120 میلیمتر ستون سیماب رسیده. اما فشار در لفت ونتریکل به چند است؟ در لفت ونتریکل 160 است. به خاطر موجودیت مقاومت نتونسته که فشار خود به اوج انتقال بده. تقریبا گفتم میتونم فشار در قسمت اورتا نرمال است. فشارش 120 بر 80 است، نرمال است در اورتا. در سیستولی 120 است، در دیاستولی 80 است. اما در لفت ونتریکل فشار بلند است. و این فشار نمیتونه که منتقل بسازه به خود اورتا به خاطر از اینکه استنوز موجود است و فشار که در اوج بلند هم است به میخاطر است. و ببینین بعد از این پریشر اوورلود یعنی موجود است در اینجا. در خود لفت ونتریکل ما چی موجود است؟ در لفت ونتریکل ما پریشر اوورلود، پریشر اوورلود است، یعنی فشار در این قسمت بسیار زیاد شده به خاطر موجودیت همون استنوز است. این روی پریشر اوورلودی که در اینجا است باعث از این میشه که لفت ونتریکل ما هایپرتروفی کنه، به این معنا که خود ونتریکل ما نیست این خود بزرگ میسازه. به این شکل این مایوکاردیومی که در این ساحه است این مایوکاردیومش چی میکنه؟ خود بزرگ میسازه. به این قسم مایوکاردیومی که در این ساحه لفت ونتریکل ما موجود است ببینین یک شکل شد، هایپرتروفی کرد، خود بزرگ ساخت. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه وقتی که کار سر یک چیز زیاد باشه باعث از این میشه که خود به مو سازگار بسازه. به طور مثال شما وقتی که میرین در باشگاه پرورش اندام کار سر عضلات زیاد میشه، وقتی کار سر عضلات زیاد میشه باعث از این میشه که خود بزرگ بسازه. عین شکل در قلب کار بالایش زیاد شده، فشار اصلیش قدر نبود که قدر فشار روی از این نبود سابق، وقتی که قدر فشار سر از این زیاد میشه باعث میشه که خود بزرگ بسازه. به شکل هایپرتروفی میگنیره. پس لفت ونتریکل پریشر اوورلود وقتی که فشار بالای از زیاد میشه باعث از این میشه که یک نوع هایپرتروفی کنه که به نام کانسنتریک هایپرتروفی ما یاد میکنیم. هایپرتروفی باعث هایپرتروفی از این میشه. پس ببینین هایپرتروفی که زمان کنه در اینجا یک تغییر دیگه در خود اتریال پریشر میه. اینی را که ما به رنگ سبز رنگ برای شما رسم کردیم ایره به نام اتریال پریشر یاد میکنیم، فشار اتریال که در اتریوم موجود است. البته لفت اتریال پریشر در اینجا لفت اتریال پریشر. خب شما ببینین از حالت عادی کرده ای ویف، یا رفت ما گفته بودیم ای ویف است
سی ویو است و یم وی ویو است. از حالت عادی که در ای ویو نسبتا برجسته تر می باشه. ای ویو چی است؟ ای ویو پرومیننت یا برجسته تر است. چرا برجسته تر است؟ چرا ای ویو بلند رفته؟ به خاطر از اینکه فشار بالای لفت اتریوم زیاد شده. وقتی که فشار بالای لفت اتریوم زیاد میشه، زمانی که سیستولی را انجام میده یا کانترکشن انجام میده، باعث از این میشه که در این قسمت فشارش بلندتر نشان بده و اینمی ویو بلندتر نشان میده. از حالت نرمال کرده اینمی موجه بلندتر میباشد. چرا؟ چون فشار در لفت اتریوم زیاد است. چرا فشار در اینجا زیاد است؟ به خاطر از اینکه ببینین لفت ونتریکل ما چی کار کرده؟ هایپرتروفی کرده. هایپرتروفی که کرده اینال اونم کامپلینس یا خاصیت الاستیسیتی خود از دست داده. ساده تر بگویم خاصیت الاستیسیتی که سابق داشت از دست داده. سابق ما به طور مثال 80% خون بسیار با آسانی میامد در خود ونتریکل تخلیه میشد. یعنی از این قسمت 80% خون به شکل پسیو، به شکل غیر فعال میامد در لفت ونتریکل تخلیه میشد و یه همین تو کشش داشت. اعمال کشش کم شده بخاطر که هایپرتروفی کرده. هایپرتروفی کرده آل مجبور است که لفت اتریوم هم با یک فشار قوی تر تقلص کنه تا که بتونه خون از قسمت لفت اتریوم به لفت ونتریکل ارسال کنه. پس دلیلش این است که الاستیسیتی از اصل کاهش پیدا کرده. شما ببینین اگر یک پقانه رو ما پف کنم بسیار با آهستگی پف میشه، بسیار با سادگی پف میشه، فشار زیادتر کار نداره. اما اگر یک توپ از موتر ما بکشم او رو پف کنم، معلوم دار است که باختر که الاستیسیتی کمتر را داره، من نمیتونم کار درست پف کنم. با این شکل از یه به این شکل می باشه. و دیگه ببینین ما در مورد ویگرز دیاگرام صحبت کردم که چی تغییرات می و نرمالش شما می فهمین که به شکل نرمال چه قسم است. نرمالش شما در ویدیو قبلی سرش صحبت کرده بودیم. و شما ببینین پریشر والیوم لوپ چه قسم است. پس در مورد پریشر والیوم لوپ اگر ما در این قسمت صحبت کنم که کس که آورتیک سنوز داره در پریشر والیوم لوپ چه قسم معلوم میشه. در پریشر والیوم لوپ اینی که برنگ آبی ترسیم کردیم این نرمالش است. ما شما گفته بودیم به طور نرمال این سیستولی والیوم ما 50 میلی لیتر است، این دیاستولیک والیوم ما 120 است و همچنان قسمت سیستولیک بلاد پریشر ما هم 120 میلی متر ستون سیما است. اما در اینجا چی شده ببینید؟ در اینجا اولین کار که شده ببینید فشار بلند رفته. فشار 160 میلی متر ستون سیما است. از قسمت پایین شروع میکنیم، از این فیز اولش ببینید. اول دیاستولیک پریشر زیاد شده. دیاستولیک پریشر یعنی اون فشاری که در حالت دیاستول بالای ونتریکل می باشد. در حالت دیاستول یک فشار که است، او دیاستولیک پرشر در قسمت زیاد شده. یکم وقتی که خب بر می گرده به خود حالت فیلینگ فیز، در حالتی که ببینین پر میشه خود ونتریکل های ما، در این حالت ببینین این ونتریکل های ما حالت پر شدنش است. در این حالت مجبور است که تقلص قوی تر را اتریوم انجام بده تا که خون بتونه به ونتریکل ارسال کنه. به اون خاطر در این حالت فشار بلندتر رفته. از قبل کرده ببینین فشارش نسبتا بلندتر رفته. و گپ دیگه چی است؟ نسبتا والیوم بیشتر هم در اینجا موجود است. از قبل کرده والیوم بیشتر موجود است. چرا والیوم بیشتر موجود است؟ سابق 120 بود. این دیاستولیک والیوم ما آل چند است؟ این دیاستولیک والیوم ما آل 150 است. چرا 150 است؟ به خاطر از اینکه نمیتونه اون والیوم یا حجم خونی که در داخل ازی است تمام از او رخ نمیتونه که پمپ کنه. وقتی کجا مقاومت موجود است کل از نمیتونه پمپ کنه. پس در این قسمت یک ذره میمانه و دیگه هم که از قسمت لفت اتریوم به این میاد دیگه هم اضافه میشه و میرسه به 150 میلی لیتر. به طور مثال این حال نظر به شدتش فرق میکنه، نظر به علتش فرق میکنه که چه قسم اورتیک استنوز سببش چیست، شدتش چقدر است، اون نظر به او فرق میکنه. درست است به طور مثال 120 میلی لیتر میباشه. 120 میلی لیتر که شد این دیاستولیک والیوم ما باز آیزوولومتریک کانترکشن شروع میشه. بعضو اجکشن فیز است که اونم ببینین فشار به 160 میلی متر ستون سیما میرسه و بعضو آیزوولومتریک ریلکسیشن است که دوباره پس ریلکس میشه. این سیستولیک والیوم ما اینجا میبینین تقریبا این سیستولیک والیوم ما گفته میتونم که 100 میلی لیتر از شما فرض کنین. پس 100 میرسه شما فرض کنین 100 میلی لیتر این سیستولیک والیوم ماست. پس اینجا چی کار شد؟ من اینجا نوشته میکنم ببینین این دیاستولیک والیوم ما چی شد؟ افزایش پیدا کرد. به طور نرمال چند بود؟ 120 بود، آلی 150 میلی لیتر است. دیگه چی کار شد؟ این سیستولیک والیوم ما هم افزایش پیدا کرد. این سیستولیک والیوم ما به طور نرمال 50 بود، آلی چند شد؟ 100 میلی لیتر شد.
اما استروک والیوم ما کاهش پیدا کرد. استروک والیوم ما چند بود؟ 70 بود به طور نرمال. حالا اگه ما و شما ببینین اندیاستولیک والیوم 150 است، انسیستولیک 100 است، پس چند میشه استروک والیوم؟ 50 میلی لیتر میشه. به طور نرمال چند بود؟ نرمالش 70 میلی لیتر بود. پس در پریشر والیوم لوپ ما چی چیزها را فهمیدیم؟ فهمیدیم که اندیاستولیک والیوم از این زیاد شده از این شخص، انسیستولیک والیومش هم زیاد شده، یعنی مقدار زیاد خون پس در ونتریکل میمونه به خاطر که راهش مسدود است، نمیتونه به سادگی بیرون شوه و همچنان استروک والیوم کاهش پیدا کرده. گیرک تمام شما از یاب فهمیدیم. خب ما بالای اورتیک استنوزیس صحبت کردیم، حالا میایم بالای دومینش صحبت میکنیم در این قسمت که دومش به نام اورتیک ریگورجیتیشن یا اورتیک انسفیشنسی ما یاد میکنیم. عنوان میتیم aortic insufficiency یا هم regurgitation. خب در مورد aortic insufficiency یا regurgitation باید بگویم که regurgitant valve ما برای چی میگیم. regurgitant valve زمانی که یک valve نتانه درست بسته شود و دوباره پس خون از قسمت بالا به طرف پایین، یعنی پایین تر از والف دوباره پس خون حرکت کنه، ما ایره میگیم ریگورجیتینت والف. به طور مثال شما ببینید زمانی که ما مثالش نمیست که اورتیک انسفیشنسی یا اورتیک ریگورجیتیشن خودش یک مثالش است. زمانی که لفت ونتریکل پمپ میکنه خونه به قسمت اورتا پمپش کرد، درست است؟ زمانی که پمپ میکنه دوباره پس اینمی والف نمیتونه که دوباره پس مسدود شوه و در حالت دیاستولی، در حالتی که ونتریکل ما در حالت استراحت است، دوباره پس امو خون از قسمت اورتا میایه پس دوباره به امی ونتریکل. چرا که والفی که در اینجا است امو دروازه که در اینجا است او بسته شده نمیتونه، پس اگه بسته شده نتونست خون دوباره بازگشت میکنه. ریتروگرید فلو، یعنی در این چی موجود است؟ ریترو great flow موجود است. از کجا؟ از اورتا با ونتریکل. در اورتیک انسفیشنسی یه چیز موجود می باشه. خب وقتی که این موجود باشه پس بالاندار است که کاردیاک والیوم هم بلند میره. گفته میشه که تمامی کاردیاک والیوم ها بلند میره، تمامی کاردیاک والیومز افزایش پیدا میکنه. که یا کاردیاک والیوم ها کدام هاست؟ یکی اند دیاستولیک والیوم افزایش پیدا میکنه، اند سیستولیک والیوم افزایش پیدا میکنه و همچنان استروک والیوم هم داری افزایش پیدا میکنه. شما ببینید ما در این قسمت برای شما در این ویگرز دیاگرام نشان میدم. ببینید لفت ونتریکل پرشر، لفت ونتریکل پرشر اما قسم از صفر شروع میشه، بعد از یک کمی پرشر به خاطر از اینکه اتریال سیستولی انجام شد به طرف بالا یک کم فشار در ونتریکل ایجاد میشه و بعد از اون میترال والو اوپن شد و باعث شده که خون پمپ کنه، ایجکشن فیز است، دوباره پس والومتریک ریلکسیشن صورت میگیره. پس ببینید در اینجام فشار نسبتا بلند رفته، به 160 میلی متر ستون سیما فشار رسیده. چرا؟ چون در این قسمت هم بالای ونتریکل ما فشار است، در اوج پریشر اوورلود بود، در اینجا چیکار شده؟ در اینجا والیوم اوورلود شده، والیوم اوورلودد. در اینجا ببینین والیوم بسیار زیاد شده، والیوم اوورلود شده، یعنی در قسمت ونتریکل ما چون هر چقدر که خون پمپ میکنه پس از اون قسمت دوباره پس میاد، به اون خاطر در این قسمت والیوم زیاد شده، والیوم اوورلود شده. این والیوم اوورلود هم چون فشار سرش زیاد شده باعث از این میشه که هایپرتروفی کنه. همین ونتریکل ما چون والیوم سرش زیاد شده، مقدار خون سرش زیاد شده، باز همی هایپرتروفی میکنه، باز هم سایز خود بزرگ میسازه، خود بزرگ میسازه. چرا؟ چون در مقابل نمقدر والیوم دیگه بتونه خون پمپ کنه، ولی چون والیومش زیاد است بتونه همی خون پمپ کنه و ای هم باعث چی میشه؟ این والیوم اوورلود هم باعث از این میشه که یک نوع هایپرتروفی با وجود به او را به نام ایسنتریک هایپرتروفی ما یاد میکنیم. ایسنتریک هایپرتروفی
باعث ایسنتریک هایپرتروفی میشه. ببینین ما خو در مورد لفت ونتریکل والیوم لفت ونتریکل پرشر بر شما گفتم. شما اگه دیگه ببینین اورتیک پرشر در موردش صحبت کنیم، ببینین فشار اورتا همه قسم به طرف پایین اومد و بالاخره بسیار زیاد پایین میشه فشار اورتا. چرا بسیار زیاد فشارش پایین شد؟ چون ریگورجیتیشن داره، خون دوباره از اورتا به یک قسمت میه، پس فشارش بیش از حد پایین میشه، از اشتاد هم کرده فشارش پایین تر میه و در یک قسمت والف باز می والف باز است دیگه، باز شده میتونه با آسانی، پس والف با آسانی باز شده میتونه و باعث میشه که نمی لفت ونتریکل ما خونه پمپ کنه به اورتا. خونه که پمپ کرد با یک فشار بیشتر، چون والیوم زیاد است فشار بیشتر پمپ میکنه و تقریبا گفته میتونم که اورتیک پرشر با مو فشاری که در اینجا از اون مو فشار خود میتونه انتقال بده، چون فعلا رزیستور موجود نیست. درست است که دوباره پس خون میتونه که از قسمت اورتا به قسمت ونتریکل بیه، اما در مقابلش کدام مانع موجود نیست، پس میتونه که این فشاری که در اینجا ایجاد شده 160 میلی متر ستون سیما فشاری که در اینجا ایجاد شده او فشار به اورتا منتقل بسازه. پس در این حالت شما ببینین فشار هر دویش تقریبا مساوی است، 160 که در ونتریکل است 160 میتونه در اونجا انتقال بده. پس در باز گفتم میتونم در aortic insufficiency یا regurgitation که از فشار aortic pressure و left ventricular pressure هر دویش افزایش پیدا میکنن. چی؟ aortic and left ventricular pressure هر دویش چی میشه؟ هر دویش افزایش پیدا میکنن. در aortic stenosis که بود تنها left ventricular pressure افزایش پیدا میکرد، اما در اینجا هر دویش افزایش پیدا میکنن و دوباره به شکل عادیش دوباره پس فشار در اورتا پایین میشه، اما بیش از حد پایین میشه بخاطر از اینکه ریگورجیتیشن داره. دوباره پس خون در یک قسمت میاد، در حالت دادی باید نده، اما در یک قسمت میاد در aortic insufficiency. خب و دیگه ببینین اتریوم که اتریوم تقریبا در اتریوم کدام مشکل ایجاد نمیشه، ای ویو است، سی ویو است و بعد جو هم وی ویوش میباشه. در قسمت ای رنگ سبز که ای اتریال پرشر برای ما و شما نشان میده، اما یک چیز دیگر متوجه شوین، ببینین لفت ونتریکل پرشر از صفر هم کده پایین تر میره فشارش، خیلی پایین میشه فشارش، در حالت عادی در حالت ریلکسیشن 0 میلی متر ستون سیما بس، اما ای از اونجا هم کده پایین تر میره. چرا؟ چون خون پس بازگشت میکنه در قسمت از اورتا. خب در مورد از این موقع صحبت کردیم در ویگرز دیاگرام، حالا بالای والیوم پرشر اوورلود والیوم پرشر والیوم لوپس در این قسمت بالای صحبت میکنیم. ببینید در پرشر والیوم لوپس شما میبینید که بیخی خیلی نرمال است، اصلا شکل نرمال نداره در این قسمت. به طور نرمال چه قسم بود؟ 50 و 120 ما گفته بودیم، 50 انسستولیک والیوم اندیاستولیک والیوم، و خودش هم ببینید قسم یک کج است، اصلا هیچ نرمال نیست. چرا؟ اولین چیزی که در این قسمت شما متوجه میشین میبینین که در این قسمت چی شده؟ اندیاستولیک والیوم بلند رفته. من قبلا بر شما گفتم در aortic insufficiency اندیاستولیک والیوم بلند میره. چرا بلند میره؟ معلوم دار است که باید بلند بره، چون خون دوباره پس از قسمت اورتا به این قسمت بازگشت میکنه. وقتی خون در این قسمت دوباره پس بازگشت میکنه، پس اندیاستولیک والیوم بلند نمیبره، بلند میبره والیوم خون در قسمت لفت ونتریکل بلند میبره. این معلوم دار است. به طور مثال در اینجا شما ببینین والیوم خون به چند رسیده؟ به 200 میلی لیتر رسیده، در حالی که در حالت نرمال چند بود؟ در حالت نرمال ای تقریبا به 120 میلی لیتر بود، اما اینجا یک به 200 رسیده. دومین چیزی که در اینجا میبینین، ببینین ای خو اندیاستولیک والیوم شد. دومین چیزی که در اینجا میبینین شما ببینین تا این قسمت ای به نام چی یاد میشد؟ آیزوولومتریک کانترکشن یاد میشد. آیزوولومتریک کانترکشن. همچنان در این آیزوولومتریک کانترکشن چیش در ریدیوز شده؟ کاهش پیدا کرده. آیزوولومتریک کانترکشن هم در این کاهش پیدا کرده. ببینید آیزوولومتریک کانترکشن در این قسمت کاهش پیدا کرده و بعد از او ببینید اجکشن فیز آغاز شده که اجکشن فیز با شدت خونه پمپ کرده و بعد از او ببینید در این قسمت دیگهش آغاز میشه، دیگه بخشش اینی بخش است. این رو بنامه چی یاد میکنیم؟ بنامه آیزوولومتریک ریلکسیشن گفتیم یاد میکنیم. آیزوولومتریک ریلکسیشن چیست؟ not true میگن، حقیقی نیست. چرا حقیقی نیست؟ به خاطر از اینکه ببینین زمانی که ونتریکل ما میخواه ریلکس شوه، در این حالت آیزوولومتریک ریلکسیشن میگیم، یعنی هیچ تغییر در والیومشان نبیایه باید، اما در اینجا تغییر در والیوم به نظر شما نمیایه،
وقتی که ونتریکل فشارش کم شده بره، چون اوج ما داریم اورتیک انسفیشنسی را، اورتیک والو درست کار نمیده، پس درست کار نمیده ونتریکل که والیومش پایین اومد و خود به خود باز میشه دوباره، پس از اوج خون به این میه، خون که به این اومد خوی والیومش کجا آیزوولومتریک ماند، والیومش تغییر میکنه. پس شما ببینین در اول والیوم از این بسیار کم است. اگر ما اول بگویم در اول والیوم از این تقریبا گفته میتونم که ببینین به 70 تقریبا میرسه. شما فرض کنین که اول والیومش 70 است، اما به مرور زمان که این آیزوولومتریک ریلکسیشن هر قدر که در ونتریکل ما ببینین فشار کم شده میره، همو قدر والیوم در اینجا زیاد شده میره، به خاطر که دوباره پس از اورتا بازگشت میکنه. شما ببینین والیوم حتی به چند رسیده، والیوم به 100 رسیده، دوباره پس به 100 رسیده. پس ما گفتم میتونم که در این قسمت انسیستولیک والیوم هم افزایش پیدا کرده، انسیستولیک والیوم هم افزایش پیدا کرده، به چند رسیده؟ به 100 میلی لیتر رسیده، در حالی که در حالت نرمال چند بود؟ در حالت نرمال در این قسمت 50 بود، 50 میلی لیتر بود، اما به 100 میلی لیتر رسیده. و همچنان استروک والیوم هم گفته بودیم که افزایش پیدا میکنه. استروک والیوم چگونه افزایش پیدا میکنه؟ اند دیاستولیک والیوم منفی اند سیستولیک والیوم که چند میمونه؟ 100 میلی لیتر. 100 میلی لیتر آیا زیاد نیست؟ زیاد است، چرا که استروک والیوم نرمال 70 میلی لیتر است، اما اینجا بیشتر شده. خب ای بود در مورد اورتیک انسفیشنسی یا ریگورجیتیشن که ما در مورد از این صحبت کردیم و تغییرات چند در پریجر والیوم لوپ و در ویگرز دیاگرام در هر دوش صحبت کردیم. حالا میریم در مورد سومین والولار دیسفنکشن ما که میترال استنوزیس است، در مورد از این صحبت میکنم. ببینین میترال استنوزیس، میترال یعنی همون میترال والف. میترال والف در کجا قرار داره؟ میان لفت اتریوم و لفت ونتریکل یک والف قرار داره که برای میترال والف یا بایکاسپید والف برش میگیم. میترال والف زمانی که استنوتیک میشه، استنوتیک ما قبلا گفتیم که وقتی که یک مقاوم در این قسمت موجود باشه این رو برای استنوزیس یاد میکنیم. زمانی که میترال والف استنوزیس میشه به این مانا که ببینید میترال والف در چی وقت باز میشه؟ در وقتی که خون از قسمت ببینید ما با رنگ سرخ نشان دادم، زمانی که خون از قسمت لفت اتریوم میایه به لفت ونتریکل، در این وقت ای باز میشه، ای میترال والف باز میشه، یعنی در هنگام دیاستولی لفت ونتریکولر دیاستولی در این هنگام باز میشه. خب شما فرض کنین که استنوتیک است، درست نمیتونه که باز شوه، بسیار کم باز شده. وقتی کم باز شوه پس مقدار کم خون میتونه که از لفت ونتریکل، از لفت اتریوم به لفت ونتریکل در هنگام دیاستولی بیه، یعنی مقدار خون از جبهه ایجا کاهش پیدا بکنه آمدنش. پس در میترال استنوزیس زمانی که لفت اتریوم میخواه به لفت ونتریکل خون ارسال کنه، در این هنگام فشار بالای لفت ونتریکل لفت اتریوم زیاد میشه، چرا که اینجا استنوزیس یک مقاومت موجود است، پس نمیتونه با سادگی خون به قسمت لفت ونتریکل ارسال کنه، هم فشار در اوج زیاد میشه. ببینید increase pressure and volume، هم فشار هم والیوم در قسمت لفت اتریوم زیاد میشه، هر دویش در قسمت افزایش پیدا میکنه، بخاطر که در قسمت اگه استنوز موجود است یک مقاومت در پیشروش موجود است، پس باعث ازی شد که قسمت چی شده؟ پریشرش هم زیاد شده، والیومش هم زیاد شده و همچنان بزرگ میشه، انلارج میشه، انلارج لفت اتریوم باوجود میه، لفت اتریوم همچنان بزرگ میشه. شما ببینید من در قسمت گراف ویگرز دیاگرام بر شما نشان میتونم، تغییر البته بسیار کم تغییر در قسمت لفت ونتریکل ایجاد میکنه، یک کمی والیوم و فشارش کم میشه، درست است، اما زیاد تغییر ایجاد نمیکنه، کمی تغییرات بالای لفت ونتریکل هم ایجاد میکنه چون مقاومت در اوج است، اما بیشتر خود لفت ونتریکل تغییرات ایجاد میشه. شما ببینین اولین چیزی که برای شما در این قسمت نشان میتونم او لفت ونتریکل پریشر است. لفت ونتریکل پریشر هم میبینین، لفت ونتریکولر پریشر یک خط صاف از قسمت صفر شروع میشه و به طرف 20 میره، بعد از او به طرف نزدیکای 120 میرسه، به خود 120 نمیرسه، فشار کمتر است چون والیومش در این حالت کمتر است، دوباره پس فشار هم قسم کاهش پیدا میکنه. و در عین حال شما ببینین اورتاره، اورتا به طور نرمال است اورتیک پریشر، چیزی که در فشاری که در لفت ونتریکل هستن در قسمت هم انتقال پیدا میکنه، ببینین فشار اورتا کاهش پیدا میکنه، میاد اورتیک والف باز میشه، فشاری که در قسمت لفت ونتریکل از اور انتقال میده به اورتا، دوباره پس اورتا
اورتیک والف بسته میشه، باعث ازی میشه که دایکروتیک ناچه در قسمت به وجود بیاره و دوباره پس فشارش به طرف پایین میاد. اما در اینجا چی تغییرات آمده؟ ببینین در قسمت اتریال پریشر تغییرات آمده. اتریال پریشر به طور نرمال فشارش به 20 میلی لیتر به 20 میلی متر ستون سیماب نمیرسید، اما اینجا ببینین فشاری که در اتریوم ما موجود است و 20 میلی متر ستون سیماب است و در حالت اتریال سیستوری را انجام میده دیگه هم بلندتر میره، چون اینجا فشار زیاد است، والیوم زیاد است، فشار زیادتر است و مجبور است که اتریوم ما فشار یک فشار بیشتر رد یا یک تقلص قویتر را ایجاد کنه تا که بتونه که خون از قسمت اتریوم به قسمت ونتریکل ارسال کنه. با او خاطر فشار در این قسمت زیادتر است. شما ببینین کلن فشاری که در قسمت ونتریکل لفت اتریوم ما موجود است کلن تمام از این بلند رفته، ای ویف، سی ویف، وی ویف، تمام از این بلند رفته و در قسمت حتی 20 میلی متر ستون سیماب فشارش هم رسیده، یعنی فشار اصل در اوج بلند رفته. شما اگر این قسم یک چی را ببینین، یک دیاگرام را ببینین، شما این را بگوین که اب نرمال است، غیر نرمال است، چون فشار در کجا بلند رفته؟ فشار در اتریوم بلند رفته، پس مشکل در والف هاست. این والف کدام مشکل داره که فشار در اینجا بلند رفته؟ ببینید در مورد پریشر والیوم لوپ اگه ما صحبت کنم، در پریشر والیوم لوپ چی چیزا رو میبینیم شما؟ در پریشر والیوم لوپ اولین چیزی که میبینین شما خب میبینین در فیلینگ فیز، در هنگامی که فیلینگ صورت میگیره فشار بلند رفته، اینقدر بلند خونه بود اما حال فعلا بلند رفته. چرا بلند رفته؟ استینوزیس موجود است. وقتی که میخواد خون در این قسمت ارسال کنه، خون به ونتریکل ارسال کنه، به مانع برمیخوره و باعث میشه که فشار در این قسمت یک ذره بلند بره و باز هم نمیتونه که والیومی که سابق ارسال میکرد 120 میلی لیتر خون ارسال میکرد حال نمیتونه. به خاطر چی؟ کجا استینوزیس موجود است قدر خون ارسال کردن نمیتونه. پس در اینجا چی کاهش پیدا میکنه و در این قسمت برای شما نشته میکنم؟ باعث کاهش اندیاستولیک والیوم میشه. اندیاستولیک والیوم کاهش میده چند شده؟ 100 میلی لیتر شده. حالت نرمال 120 بود، حال کاهش پیدا کرده. دیگه چی کار میشه؟ ببینید دیگه چیزاش تقریبا نرمال است. آیزوولومتریک کانترکشن است، ایجکشن فیز است. درسته که ایجکشن فیز اکثر کمتر است، یعنی فشاری که اکثر 20 میلی متر ستون سیماب قبلا ایجاد میکرد حالا نمیتونه، اما تقریبا دیگه اونقدر مشکل ایجاد نمیشه و آیزوولومتریک ریلکسیشن است. اما دیگه باز چی مشکل است؟ مشکل دیگه است که باز اند سیستولیک والیوم کاهش پیدا کرده. چند شده؟ 40 تقریبا شده، 40 میلی متر ستون 40 میلی لیتر شده. ببینید در این قسمت اومده. پس در نتیجه این دو دانه کاهش پیدا کرده، باعث شده که استروک والیوم هم کاهش پیدا کنه. باعث کاهش استروک والیوم هم شده. چرا؟ وقتی که این دیاستولیک والیوم منفی این سیستولیک والیوم کنیم، استروک والیوم چند میرسه؟ 60 میلی لیتر میبره. نرمال 70 بود، این 60 برآمد به طور مثال. پس در اینجا تمام از کاردیاک والیوم ها در میترال والف استینوزیس تمامشان کاهش پیدا کرده. خب این بود میترال والف استنوزیس که ما بالایش صحبت کردیم. حالا در مورد چهارمین موضوع ما صحبت میکنیم که او را به نام میترال انسفیشنسی یاد میکنیم. میترال انسفیشنسی این شکل اورتیک انسفیشنسی یا اورتیک ریگورجیتیشن که ما قبلا سر این صحبت کردیم. ببینید در میترال انسفیشنسی هم که است به این شکل، در این قسمت میترال والو نمیتونه در وقت سیستولی بسته شوه. وقتی که نتونیس بسته شوه، خون در هنگام سیستولی انجام میده. ببینید من در تصویر به شما نشان میدم، هنگام سیستولی انجام میده، در هنگام سیستولی خوب باید خون به کجا پمپ کنه؟ به اورتا پمپ کنه. اما به خاطر اینکه میترال والف انسفیشنسی موجود است، یک مقدار خون به قسمت لفت اتریوم هم پمپ میشه. ما اینو میگیم میترال والف انسفیشنسی. خب در میترال والف انسفیشنسی پس فلو به طرف کجاست؟ ریتروگرید فلوس باز هم، ولی از قسمت لفت ونتریکل به قسمت لفت اتریوم موجود میشه. در میترال انسفیشنسی در زمان دیاستولی میبخشین در زمان سیستولی، در زمان سیستولی لفت اتریوم پریشر و والیومش هر دوش افزایش پیدا میکنه. پریشر و والیوم در لفت اتریوم در هنگام سیستولی هر دوش افزایش پیدا میکنه. بخاطر چی افزایش پیدا میکنه؟ بخاطر از اینکه وقتی که لفت ونتریکل سیستولی را انجام میده، خون پمپ میکنه به طرف اورتا، به عین زمان خون پمپ میشه به قسمت لفت اتریوم
و همچنان یک مقدار والیوم در قسمت میره و فشار هم در قسمت ایجاد میشه. پس در هنگام سیستولی لفت اتریوم و پرشر والیوم هر دویش بلند میره. دیگه چیکار میشه در هنگام دیاستولی؟ اگه ما بگوییم در هنگام دیاستولی، در هنگام دیاستولی باز که از ونتریکولر والیوم افزایش پیدا میکنه، ونتریکولر والیوم افزایش پیدا میکنه. هنگامی که ریلکسیشن است، هنگامی که لفت ونتریکل ما در حالت استراحت است، والیوم در یک قسمت افزایش پیدا میکنه. چرا والیوم در یک قسمت افزایش پیدا میکنه؟ به خاطر از اینکه زمانی که ریلکس است، اونجا میترال والف و ریگورجیتنت است، بسته شده نمیتونه. میتونه که از اون قسمت مقدار زیاد خون پس دوباره در یک قسمت بازگشت کنه و والیومی که در ونتریکل است، افزایش میده. شما ببینید، به طور مثال من در قسمت دیاگرام برای شما نشون میدم. لفت ونتریکل پرشر ببینیم بعد طور نرمالش هست تقریبا left ventricular pressure، اما در یک قسمت هست که left ventricular pressure بسیار زیاد کاهش پیدا میکنه. گیره برای شما میگم که چرا. بعد از او ببینید aortic pressure هم تقریبا نرمال هست، در یا تغییری نیست. اما تغییر در کجاست؟ در قسمت ببینید V-wave atrial pressure ببینید بسیار زیاد بلند شده، به یه حد بلند نبود. چرا بلند شده؟ هنگامی که هنگامی که سیستولی انجام شد، هنگامی که سیستولی انجام شد، در عین شکل ببینید یک مقدار خون پمپ کرد به طرف لفت اتریوم. وقتی که یک مقدار خون در قسمت لفت اتریوم پمپ کرد، باعث از این میشه که هم والیوم در قسمت بلند بره، هم پرشر بلند بره. و این خاطر است که در قسمت ای وی ویو یا این موجی وی بیچار بلند رفته، چون فشار در قسمت لفت اتریوم بلند رفته، باعث از این میشه که در دیاگرام بر شما وی ویو بلندتر نشان بده. و بعد اینکه دوباره پس ریلکسیشن میشه، بسیار زیاد مقدار والیوم از قسمت والیوم زیاد خون از قسمت لفت اتریوم با قسمت لفت ونتریکل میه، به این خاطر فشار از این را بیش از حد پایین میسازه و دوباره پس باز وقتی که خون در قسمت والیوم زیاد میشه، ببینین یک مقدار دوباره پس فشار به طرف بالاتر حرکت میکنه. و در مورد پرشر والیوم لوپ اگه من صحبت کنم، در پرشر والیوم لوپ ببینین که اصلا والیوم اصلا این لوپ که است نامنظم است، کاملا نامنظم است. چرا این قسم نامنظم است؟ اول شما ببینین از قسمت از این قسمت شروع شده فیلینگ فیز و بالاخره این قسم ادامه پیدا کرده تا به این قسمت، درست است؟ در پرشر والیوم لوپ ببینین شما اگر اندیاستولیک والیوم ما را ما بگیریم، اندیاستولیک والیوم ما را فرض کنین 150 میلی لیتر می باشه، پس این افزایش پیدا کرده یک. بعد از اون ببینین در این قسمت آیزو والومتریک کانترکشن از یک مرحله دیگه آغاز میشه. ما گفته بودیم کدام مرحله آغاز شد؟ آیزو والومتریک کانترکشن. در آیزو والومتریک کانترکشن هم تغییرات آمده. چه قسم تغییرات آمده؟ نوترو آیزو والومتریک کانترکشن. آیزو والومتریک کانترکشن حقیقی در این قسمت موجود نیست. چرا موجود نیست؟ به خاطر از این موجود نیست ببینیم، زمانی که ونتریکل ما میخواد که تقلص کنه، زمانی که ونتریکل ما میخواد تقلص کنه و خونه، یعنی ونتریکل های ما یک مرحله داشت که آیزو والومتریک کانترکشن که در والیومش هیچ تغییر نمی آمد. اما در این قسمت ببینید شما در این قسمت میترال والف کس انسفیشنسی است، او بسته شده نمیتونه. وقتی بسته شده نمیتونه، میتونه که از این قسمت والیوم در ایجا بیه یا والیوم از قسمت ورتریکل با اوجه بره. پس در این حالت در قسمت کانترکشن صورت میگیره. در آیز والومتری کانترکشن ای در این حالت والیومش یکسان نمیمونه، چون میتونه که از لفت ونتریکل به اتریوم بره خون یا از اوجه به ایجا بیه، پس والیومش یکسان نمیمونه. و به این خاطر میگم نو ترو آیز والومتریک کانترکشن. بعد از او باز ایجکشن فیز آغاز میشه که خونه پمپ میکنه و قسمت آورتا و در عین شکل به آورتا پمپ میکنه، به لفت اتریوم هم پمپ میشه. بعد از او شما ببینید اینی مرحله دیگه شروع میشه، آیزو والومتریک ریلکسیشن. در اینجا آیزو والومتریک ریلکسیشن هم ترو نیست، حقیقی نیست. آیزو والومتریک ریلکسیشن هم که از چی نیست؟ ترو نیست، حقیقی نیست. چرا؟ شما ببینین در این حالت دوباره پس اینی خط که است، اینی خط اصلا از آیزو والومتریک ریلکسیشن است که والیومش در حالتی که اجکشن فیز خلاص میشه، شما ببینین در این حالت که اجکشن فیز خلاص شده والیومش چند است؟ والیومش تقریبا 40 میلی لیتر خون مانده در اینجا.
اما دوباره پس وقتی که کلن ریلکس میشه، ببینین به چند میرسه، کلن ریلکس که میشه به 60 مثلا میرسه. شما فرض کنین جب به 60 میلی لیتر رسید کلن که ریلکس شد. چرا؟ چون آیز والومتریک ریلکسشن یا اونم حالت استراحتش که در اون حالت باید والیوم هیچ تغییر نکنه در ایچه حقیقی نیست. به خاطر چی حقیقی نیست؟ چون زمانی که ونچکل میخواه که میخواد که در این حالت استراحت کنه و در هیچ تغییری در والیومش نبیه، در این حالت میترال والو بسته خو نیست، بسته شده نمیتونه. وقتی که بسته شده نتونیس، ما گفته بودیم در حالاتی که آیز والومتریک ریلکسیشن است یا کانتراکشن است تمام والو ها بسته میباشه، اما در اینجا میترال والو بسته شده نمیتونه. میترال والو که بسته شده نتونیس، از این قسمت میتونه که از خون از لفت اتریوم به قسمت لفت ونتریکل بیه، پس خون که اومد ببینین والیوم زیاد کرده میره، عین به 60 رسید. پس این ترو نیست، حقیقی نیست. دیگه گپ دیگه یه است که در این قسمت اند سیستولیک والیوم هم افزایش پیدا کرده. چطور افزایش پیدا کرده؟ سابق 50 به طور نرمال بود، اما اینجا چند شده؟ 60 شده، 60 میلی لیتر شده. در اون قسمت نرمالش چند بود؟ 50 بود، حالا 60 شده، 60 میلی لیتر در این قسمت پس رسیده. و همچنان ستروک والیوم هم افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده ستروک والیوم. ستروک والیوم به طور مثال ببینید، اگر من فرض کنم که این دیاستولیک والیوم من 150 است و این سیستولیک والیوم من 60 است، چند میمونه؟ 90 میلی، 90 میلی لیتر میمونه، که 90 میلی لیتر هم من میگم که ستروک والیوم است. خب دوستای عزیز، این بود موضوع ما که در مورد والار دیسفنکشن ما صحبت کردیم. ما در مورد لفت هارت اصلا صحبت کردیم که در اوج اورتیک والو و میترال والو ما سرشون صحبت کردیم. به عین شکل در رایت هارت هم همین شکل است، پلمونری والو و ترایکاسپید والو هم همین شکل، همین قسم در قسمت پریژر والیوم لوب و در ویگرز دیاگرام همین شکل دیگه تغییرات میه، فقط فرق اونا باز در پریژر یا فشارهایشان میباشه که در اون باز تغییرات میه. این بود موضوع امروز ما در مورد از این صحبت کردیم. خدا کنه که شما از یک چیز را مختبر شین و بعد از شاید تیبی شما افزوده باشه. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.